شالوم بر همگی، شالوم بر دوستان عزیز. در ادامه سخن امروز شروع کردیم، صحبت کردیم که چگونه میشه تو این دنیا رسید به اون آگاهی، به اون ارث، به اون اراده، به اون دوباره آگاهی consciousness که معنای آرامش، آرامش خاطر و معنای استراحت، آسایش رو تو زندگی حس کنی. در ادامه سخن ها رفخ ابو خطیره پتخه خوته صفحه 291 در پاراگراف دوم ادامه میداد: هیسیر شکل مشه تسه یه لشم شمای. موشه ربینو تاکید میکنه برای اینکه خودت آدم واقعا خودش آماده کنه که به اون قدرتی برسه که تو زندگیش راضی باشه، قانع باشه، به این وسیله خوشحال باشه و شادی کنه. انسان باید سعی کنه که تمام کارهایی که داره میکنه فقط کارهای مربوط به ماندین ورلد نباشه. ببینیم، ما موقعی که آب میخوریم، غذا میخوریم، لذت میبریم و این آب خوردن و غذا خوردن واقعا عملی است که در دنیای ماندین انجام میدیم، یه کاری است که در دنیای ماندین باید انجام بدیم، لذت ببریم. صحبت کردیم که برای این عمل میتوانیم این غذا خوردن و این نوشیدن رو تبدیل کنیم نه فقط جهت عملی که باید انجام بشه در این دنیای ماندین، در این دنیای مادیات، الا میتونه روحانی هم باشه. و موقعی که یک عملی رو، نحو زندگی رو آدم لشم شماین میکنه، یعنی اینکه هر عملی رو که انجام میده ربط میده به یک میتوایی که در تورا گفته شده و این بسیار مهمه، به این میگیم که شکل مشتسه، یعنی هر کاری که، هر عملی که انجام میدی، هر فکری که میکنی، هر حرفی که میزنی، هر چی که گوش میدی، هر چی که میبینی، باشه لشم شمعی. موقعی که آدم یک همچین کانشسنسی رو و همچین فکری رو در خودش تقویت میکنه و به خودش تلقین میکنه، به نتیجه تمام کارهاش میشه لشم شمعی. کدیش بزه یو شلموت لنفشخا و روخخا و نفشخا و نشمتخا نشمتخا. موقعی که یک نشمه سل توانست که تمام افکار رو، سخنان و اعمالش رو بکنه لشم شمایم، صحبت کردیم هم نفش و هم روح و هم نشمه آدم بهره میبره. ملت تنه، ما گفتیم راجع به تنه صحبت کردیم، تعمیم، نکودوت، اوتیوت، اینها سه تا از پارسوف هایی هستن که هم در آدم هست، هم در زیرمتین هست، هم در ملخوت، همینجوری که دعت و تبونا یاد گرفتیم، رمز و نفش، روح و نشمه. چون تعمیم، نکودوت و اوتیوت صحبت میکنن از نشامه، روح و نفش. میشوم شتنه روشه تبوت تعمیم نکدوت اوتیوت، همینجوری که صحبت کردیم، و اوتیوت هم به نفش. تگین هن نکدوت، معذرت میخوام، از هن نشامه، و تعمیم اون نشامه لنشامه.
پس این کلیت رو برای ما تعریف میکنه، چون نفش و روح با هم یکی هم. پس موقعی که میگیم تنه، در یک تنه بذار، یعنی اینکه وصل بشو به نفش، روح، نشامه و نشامه شن نشامه. رب ادامه میدهد، میگوید همیتوت שתסגל צריך שתעשה לשם שמיים כדי שיראו הנפש רוח ונשמה שלך. יהיה מורה כי המה קורי רומה מכונים לשם שמיים. הלאה. יעני שהמה קורי רומה מגם בעצם חודה, מגם בעזרת השם, לשם שמיים, לשם ייחוד קדישה ברכו, אין הרפה. עמלן שיהיה. מגד, עמל אבל נפש, נפש דורש שזה ברעי דוניו, היה עמל. פס אדם בעיית עמל קונה מצווה רע אינג'ון בדי, והוא כסיקה, פקרו, עמל אשרו, וסוכן אשרו, המינו מלבוד בנפש. רו, מי זרה ברעי אינג'ון דודן מצווה, נפש יש בהרמנד מי שאז אין עמל, פקרדן יג עמלה. سخن گفتن یک عمله، انجام دادن یک میتوایی هم عمله. موقعی که این عمل در راه شم شمایم انجام بشه، نفش آدم بهرمند میشه. پس روح من چگونه اینجا بهرمند بشه و نشامه و نشامه من چگونه بهرمند بشه؟ موقعی که من بدونم که این میتوه از کجای تو را آمده و همینجوری که گفتیم درخ پردس یاد بگیرم که این میتوهی که خداوند داده بفهمم از درخ پردس، اینجاست که روح و نشامای من بهرمند میشه. و بعد گفتیم موقعی که یاد بگیریم این میتوه رو حقیقتا از صمیم قلب با سیمخا انجام بدیم، و گفتیم سیمخا معنیش یعنی چی؟ به چی میگیم سیمخا؟ چه موقعیست که شادی شادیه؟ فرقی بزرگه بین شادی و خوشحالی، بین لذت و شادی کردن. شادی کردن هم لذت داره، ولی هر لذتی تو شادی نیست. ها موقعی که یک میتوهی رو انجام بدیم، مثل این که هر صبح بلند میشیم و تفیلین رو من میدونم کجای تورا گفته، از آن میکنم، میگم همینجوری که تو تورات نوشته که تفیلین سر بذار و تفیلین دست و فراموش نکن یه تیاد میسرایم رو. خب من این رو گفتم و این رو عملا گفتم، ولی موقعی که میفهمم از کجای تورا اومده، این روح من بهرمند میشه. ولی اگر این رو با سیمخا انجام بده، با جوی انجام بده، با شادی انجامش بدم، شاد باشم که من یک فرصت دیگری دارم که دوباره تفیلین بذارم، اون موقع نشامه و نشامه نشامه من بهره من میشه. که شتاسه کخ از شکتیلخ لاتو عالم، از הלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך. מגה בת ומדי רפתי توی اون دنیایی که موقع این کار را انجام دادی، این محصول رو گذاشتی، محصول یک سال زندگی تو گذاشتی، به خاطر زحماتی که کشیدی یک سال تورا یاد گرفتی، میتوت یاد گرفتی، اخلاقت و خصوصیت خودتو عوض کردی و غیره و غیره. این محصول یک سال زندگی توست، از روش هاشانه قبل تا 12 ماه الان که به الول رسیدی. میگه این محصول تو باید بیاری پیش خدا پرزنت کنی، نشان بدی که من این 12 ماه رو این کارها رو کردم، و این کارها رو کردم نه تنها از روی قدرت و ذوق و شوق خودم، الا با کمک خداوند. و متوجه این موضوع هستم که اگر خداوند به من کمک نمی کرد، که اون یسرعره رو شناسایی نمی کردم و حریفش نمی شدم، هیچ وقت بدون خدا من امکان پذیر نبود که حریف این نفس اماره و این خوی حیوانی بشم.
דהיינו תזכה להיות מהזכים לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. גמורי כפעמי דם כצרד אין ברנומה נועם נעים מורה את זה פידו מקונם כברם תו היכל להשם מורי כאגוהי פידו כאדם תמום סליחותי כמיכונים אינני כאון אגוהי רו פידו כונם כראש השנה בתאונם וורדה תסר אלוהיית בשם در مقابل او بیستم سرافراز بیستم سربلند بیستم و این تمام سلیخوتو میخونیم از موقعی که کتیچه شروع شد کرده پیش صحبت کردیم و بعد الان کتابو و بعدش نصبیم تمام اینها پرشیات اینان که من آماده کنن که برسم به سرت یا میتشوا که بتونم تیبنه بیت خداش که بتونم یک زندگی جدیدی یک آدم و وجود جدیدی از خود بسازم و زندگی خود بسازم. هکوهن میگه اینو بیارش پیش کوهن. کلیت 11 تا پاسوک رو خوندیم، داریم 11 تا پاسوک رو تعریف میکنیم. 11 تا پاسوک در مقابل جنگ به 11 تا ایروری که بتوانم 11 ایرور رو عوض کنم بکنم 11 برخا که تو این پرشای کتاب و تورا به ما میده. میگه میای هکوهن. کوهن کیه؟ کوهن یک کوهن داری، میخائیل. میخائیل کوهن اسرائیل همیشه بوده، هست و خواهد بود. کی آمد این نیروی کوهن رو در دنیای خاکی در دنیای ماندین تثبیت کرد؟ اهرون کوهن گدول. حالا موقعی که میگیم بیارش پیش کوهن، بیارش پیش میخائیل، یعنی چی بیارش پیش میخائیل؟ بده اون هدیت رو بده به میخائیل، چون هر کاری که کردی روی خست کردی، برای اینکه خداوند گفت بو یبنه اولم به خست و میخائیل مظهر خسته، به نتیجه او هست که نگاه میکنه، وسیله میشه که اون میوهی که تو بعد از یک سال گذشتی توی تنه و میخوای، یعنی نفش و نشامای روح خودت رو آماده کردی که جلوی خداوند وایسه و قضاوت بشه. این حقیقت امر کی این کمک رو به تو میکنه، یاری رو میکنه که بتونی وارد بشی به خل الهیت از روز روش هشانه تا اثر دیامه تشوبه؟ میخائیل. چون به زخوت میخائیل، به خاطر اینکه از نیروی او استفاده کردی که یک به یک میتوه و زندگی خودت رو بسازی. هکوهن از او میخائیل کوهن گدول شعل یدو نکروو کل هنشمه. این میخائیله که نگاه میکنه چقدر خسد در زندگی تو پیاده کردی، اعمالت چقدر تو هم با خسد بوده. به زخوت اعمالی که هستی میخائیل که تو رو راهنمای تو میشه که چگونه وارد هیکل کدوش برخو بشی. زوها به زوش نیما و باتا ال هکوهن. میگه اینجاست که زوهر میگه موقعی که میگی باتا ال هکوهن، زه میخائیل هکوهن گدول و امرتا و از آن میکنی علاو هگیدتی ایوم لادونای الویخ، که من آمدم که صحبت کنم با خدای خودم. هکوانه، کوانه این برنامه چیه؟ منظور از این حرف چیه؟ הכוונה היא היום הזה הוא ראוי לי להודות לאדוני ולזערנו על היצר הרע, שעזרנו ליצר הרע. מגיע עמדם פיש חודבן, ועדגי עמדם פיש חודבן, כי אי חודה במה קומה כעדי ברוי ג'נג יצר הרעי כמנדרה. שום בדון גודרת אתו
من حریف یتر هرای خودم نمیشم. این یکی از نقطه های بسیار بسیار مهم آگاهی این 10 روز روششان است. چون با از آن کردن، با گفتن به خداوند که میخوام به خدا بگم که خداوند میدونم در کجا بودش که اگر حریف یه ترهره نمی شدم شکست می خوردم. می دونم فلان واقعیت توی زندگی من بوده که اگر کمک به من نمی کردی من هیچ وقت قدرت شناسایی این نفس اماره رو و شکست این نفس اماره رو نداشتم. این حرفی که دارم من با شما می زنم از صمیم قلب می زنم با آگاهی با تجربه. خیلی چیزاست که آدم نمیدونه. در حقیقت نفس اماره اجازه به من نمیده که ببینم این کاری که من دارم میکنم، این عادتی که من دارم، این صفتی که من دارم، این اخلاقی که من دارم مضرره، ضرره برای زندگی من. نمیدین فکر میکنم نه، این اخلاق و صفتی که من دارم، این عادتی که من دارم هیچ عیبی نداره و خیلی خوب هم توجیهش میکنم که هیچ اشکالی درش نیست. ولی امر حقیقت موضوع اینه که واقعا دید من رو از من میگیره نفس اماره. این یه یتررای آدم اجازه نمیده که اون حقیقت بین باشم. واقعی که خداوند یک وسیلهی به وجود میاره مثل این کووید. کووید جهنم، جهنم، ولی تو جهنم هم عشق الهیت آشکاره. این رو باور نمی کنید، شاید بخندید، ولی به خاطر این کووید بود که اون نفس اماره من به یه حد واقعا حد مرگ رسید که اجازه داد چشم خودم رو که در اون موقع خواستم از خداوند آگاهی به من بده که نگاه کنم که من برای این روش هاشانا با چه روی میتونم برم پیش خدا، با چه دیدی. اگر عمیقا نفهمیدم که من از خدای خودم چی میخوام، چگونه برم جلوش تو خالص و بگم که به من 1 سال دیگه وقت بده که بتوانم به تکامل به تعالی بهتری برسم. واقعا اون نیرو، و اینم به خاطر مدیتیشن بود، هیپنوتی که آدم کرد که حتی این مرضی که گرفت تا حدی که انقدر این نفس اماره، این خوی حیوانی، این نفس حیوانی، هر دو هم خوی و نفس حیوانی ضعیف بشن که من بدونم که اشکالی که من باید روش کار کنم و جوزف بهتری بشم از همه لحاظ، چون من یه مسئولیت ندارم، من مسئولیت پدر، پدر بزرگ، برادر، فرزند، معلم، دوست، رفیق، همه اینها هست توی زندگی من. اینا همه مسئولیت، همه اینا میسوهایی است که من باید به صحیح انجام برسونم. و اگر هیچ اشکالی من تو زندگیم نبود، پس الان شده بودم مشی ربینو توی عالم ابا بودم. پس اگر اینجا نفس میکشم هنوز جا هست که بهتر بشم از چیزی که هستم در تمام موارد زندگیم. ببخشید که من یک موضوع شخصی رو میگم، ولی اگر در این مورد نتونم تأکید کنم که باید اینقدر نفس اماره ضعیف بشه، و اینو فقط خدا کمک میکنه. من میتونستم این ضعف رو داشته باشم و با سنی که دارم و با موقعیت مدیکالی که دارم یه پا که پویت روی گوره هر دو پا میرفت و گور خیلی راحت بدون شک و تردید. ولی تا اون حد منو برد که ببینم
و من این رو با تمام وجودم میگم. دقیقه ای که ثانیه ای که من متوجه شدم دیدم و قبول کردم و از آن کردم و اونجا بودش که گفتم نه دیگه نباید همچین چیزی توی زندگی من باشه. باور کنید صبح که بلند شدم اصلا مثل این که من زندگیم کویت نفهمیده بودم چی، فراموش کردم، همه چی یادم رفت. حرفیست که واقعا اینجا داره به ما میده. ما شروع میکنیم روش هشانه رو با موقعی که توی موساد بودم، من در سن 14 سالگی 15 سالگی هر روز بود اتاقمون رو بشوریم و تمیز کنیم، ولی یک روز در سال میگفتن نیکایون یسودی. لغت نیکایون یسودی، نیکایون یعنی پاک کردن و نکه، لغت ریشش و نکه، 13 میدوت رخمیم 13 همیش و نکه. توی موساد یاد داده بودن که نیکایون یسودی، نیکایون یسودی این بودش که همه تخت خوابا، همه لباسا، همه کمودا بیاد بیرون، همه چیز تمیز بشه، دوباره بره اون تو. حالا نیکایون، خود نیکایون که جمع بزنیم میشه گبورا. یسودی، موقعی که میگیم یسودی یعنی یسود به علاوه یود میشه 90، به علاوه کلل میشه 91. آمین. پس نیکایون یسودی موقعی است که تمام گبروتی که توی زندگی منه، تمام دینیمی که توی زندگی منه، چه آگاه چه ناآگاه، را باید بتوانم شناسایی کنم و به این وسیله با ییخود هشم، پس یسودی، با ییخود کردن یسودوت که میشه چی؟ میشه ادونای و یوته و فه، میشه یسودی. نیکایون میشه 216 گبورا. چک کنین من رو، امکان داره که اشتباه بکنم ولی در این مورد فکر نکنم اشتباه کنم. نیکایون یسودی موقعی است که بتوانی تمام گبورو، تمام دینی، اون چیزهایی که توی زندگی، توی اتاق، توی خانت مسبب دوری از حقیقت و امت و خدا میشه، مسبب میشی که آدم آرامش خاطر از زندگیش بره، مسبب میشی که شادی نکنه. شادی عروسی یه شادیه، بریت میلا یه شادیه، ولی امروز صبح گفتیم این شادی که من باید پلیس جلوی کنیسا بذارم، پلیس جلوی اون جایی که عروسی دارم و جشن دارم و مواظب باشم، بترسم از اینی که رخنه کنن و امکان خطر اتفاقات ناگوار هست، این شادی نمیتونه باشه. این شادیه شادیه کامل نیست. برای همین رب میگوید موقعی که میای پیش میخائیل، به میخائیل میگی من میخوام اذعان کنم، من میدونم کجا خدا بهم کمک کرده، من آگاهم، و چون این اذعان رو میکنم، این ویدوی حقیقی سلیخه و تشوبه، بدون ویدوی حقیقی امتی که روی آگاهی است که خداوند دخالت کرد توی زندگی من، اون تشوبه تشوبه نیست. اینجاست که میگوید کبنه ایام هزه هو راوی لیل خودت لعدونای، لازم و ملزومه که لهدوت بکنم، اعلام کنم، اذعان کنم، شه از رینی علی یسررا، خداوند به من کمک کرده که حریف این یسررا بشم، شه کل اوت شه هاییتی خی لو هایتی معمین به عצמי، شه ما یگرم اخت و یخزار هیتر را و نسخه. اگر خدا نبود
کمک نمیکرد. چون دقیقی که یه ضرره متوجه میشه، آدم آگاهی پیدا کرده و تصمیم به این گرفته که دیگه اون کار اشتباه یا اون صفت اشتباه یا اون اخلاق اشتباه یا اون فکر اشتباه یا اون عمل اشتباه رو دیگه نکنه، دقیقی که در وجود خودش این را حس کرد، تشوباش کامله. خداوند میدونه هیچ امکان، هیچ جور دیگه امکان نداره، امکان پذیر نیست، این یه معجزه است. حسین میگه دنیای تشوبا دنیای سیمخاست و هیکی تاوو سیمخا میاد موقعی که تشوبای امتی میکنی. که موش امر حتنا عبود ال تأمین به عصمیخا اد یوموتخا. ببینین عبود چی میگه، ببینین عبود چی میگه به ما، میگه ال تأمین هیچ وقت ایمان پیدا نکن، قبول نکن، به عصمیخا به خودت ایمان نداشته، خودت قبول نداشته. فکر نکن تو میفهمی، تو فکر نکن همه چیزو میدونی، فکر نکن که راه تو راه درسته، فکر تو فکر درسته. نه، هیچ وقت تا موقعی که زندگی و عصمت خودت اعتماد نکن. پرکه عبود بیت پاسوک دلت، برای که من به این حد برس آدم، به این درجه برس، اینجاست که خداوند، اینجاست که کمکش کنه و کمکش میکنه. شر نیملتیتی یعنی I got rid of، یعنی از آزاد شده. این نیرویی که رو من تسلط داشت، این نفس اماره و اجازه نمیداد یه کترگی جلوی چشم من گذاشته بود که حقیقت رو ببینم، میگه سرارم منو نجات داد از دست یه سرارم. و هیوم بود این حاصل زندگی معنی که خدا میگه بذار تو تنه بیا، چون نفش و روح و نشامه من شهادت میدن به این برنامه. و هیام هو حسیمخه هگدوله شلی شزخین ادونای اد چه باتی ال عارض، چه عارضی؟ عارض زبط خلاب و دبش و یه عارض خیم شباتی علیه اخشان. میگم معنی خیم رو فهمیدم واقعا. آدم تا اون به اون حد نرسه، خاص شالون برسه به حد مرگ که دیگه نفس نتونه بکشه، اون موقع حقیقت رو میبینه. احتیاج نیست که همه اینجوری تجربه کنن، ولی هر یکی که ما، خداوند موقعیتی رو به ما میده که اون نفس اماره رو ضعیف بکنه، که من قدرت دیدم بهتر بشه. واسه این ادامه میدهد، میگد و هینیخه و لفنه مزبیخ ادونای لویخ، و اون میوه تو که گذاشتی تو تنه، یعنی نفش و روح و نشاماتو، اون محصول ها و بهرمندی که نفش و روح و نشامه و نشامه تو در عرض این یک سال اخیر دریافت کردن رو میذاری، میاری جلوی خداوند، این میاری برای مذبح. مذبح ادونای لویخ هیش خینه، مذبح ادونای الوهیخ هیش خینه. و هکوانه دت کل נפש רוח ונשמה יוצים שלמים הם מעלים מים נוקבים. אם לא בדו
که ما برای آینده برای که بتوانم بهتر و تعالی تر پیدا کنم و اضافه بهتر به نشاما و روح خود نفش خود رو بکنم، همینجوری که صبح صحبت کردیم که این بهش میگیم علیت معنیم، این موقعی است که نفش و روح و نشامای من به یک تکامل جدیدی رسیدن و هر سال این برنامه تکرار میشه که من بیشتر نفش خودم رو دلیرتر خزک و امرس بکنم، نفش و روحم بتونه مثل عقاب پرواز کنه به بالاترین نکات کوه و نشمای من بتوانه بهره بگیره که قدرت این رو پیدا کنه که بره تو هیکله کدوش بارخو با سربلندی و اذعان کنه و به این وسیله الهیت رو مشتاق کنه که به من یک سال قدرت و وقت و زمان مساله ای که لازمه اینه که بیت خدش زندگی جدیدی برای خود بسازه. خیم توی به شیخینا مئیرین با اوروت رابین و زو لفنی هم از بیخ ادونای لویخ. موقعی که این کار رو ما میکنیم اون موقع است که میتوای تسول میشکن و شخنتی به توخام رو به نحوه هستند انجام دادم، درست کردم و با درست کردن یک میشکانی اینجاست که میتوانم بیام روی مذبح وست بشم به شخینا چون میشکانش رو درست کردم و با وجود شخینا در وجود من نزدیکی من و رفتن به هیکل الهیت ارجعیت پیدا میکنه برای دنیای روحانیت. و بزه یش هنعه لشخینا شهی مذبح ادونای الویخ، مذبح جایی که من قربانی رو میارم، این مکان شخیناست و شخینا موقعی که قربانی داده میشه بسیار خوشحال میشه. سری خطا لیتن هدعه لکدوش بروخو ال ش ازرخا ات ش نسخاتا لیسرارا، بعد از آن کنی به خدا، این ویدیویه، از آن کنی، نه ویدیو کنی آقا من اشتباه کردم معذرت میخوام منو ببخش، بچگانه است، نه از آن کنی که خدا من رفتم دنبال اون به کمک تو، دنبال اون نفس ما را عوض کردم و این تصمیمیست که گرفتم، اینم بهره مندیش که دیگه اون کار اشتباه و غلطی که نمی کنم هیچ جایگزینش کردم با یک میسوا. شهنیتس خون تلوی بیدو ید برا نیتخون پیروزی فقط به دست خداونده. و انیتا یه صحبت کردیم و انیتا انیوت انیوت چی؟ گدای چی هستی؟ گدای دعت تورا، گدای خوردن از عت خیم، گدای اینی که آرامش شالوم تو زندگیم بیاد، گدای ثروت نیستم، گدای پول نیستم، ولی گدای دانای الهیت دارم، گدای این هستم که از او دورم، گدای اینم که تو غربتم. پس شنما و انیتا و امرتا
نشون بده در چیزی که آنی است. לפני אדוני אלוהיך ארמי עובד אבי. یکی از بزرگترین درس های زندگی. میدونیم که این مربوط به یعقوب آوینوه، چون لبن ارامیه، ارامی یعنی هیلگر. میدونم که یک هیلگری در این وجود مستقر شده. این آگاه هم که یک همچین هیلگری هست. عبد یعنی میخواد نابود کنه آوی. حالا آوی کیه؟ آوی اول به خاطر داشته باشین شماره الف بت یود میشه 13 تا. 13 تا نگاه کنید. گفتیم موقعی که میان تیشره درست کردن ملخوته، از نیسان تا تیش تا آخر ایلول درست کردن زیرمپین، از تیشره تا ادر درست کردن ملخوته، برنامه و نیروی ملخوته ارخوزره. حالا میدونیم که آخر به ادر میرسیم. به کی؟ آخر اینی که ملخوت کامل شده میرسیم به پوریم. پوریم که همان همان 11 تا بچه داشت، یه زن و یه شوهر، 13 تا. الان هم هر روز از آن میکنیم به دفعات به تکرار 13 میدوت رحمین. این اوی اوی اوه او یعنی خخمه، و میدونیم که اصیلوت که تر اصیلوت خخمه است. دنیای اصیلوت دنیای خخمه است. و میدونیم که 13 میدوت رحمین دیکنای اریخمپینه، اون اوروتیست که یوتسه میاره خمپین. میدونیم که این دنیا عالم زل اومد زل. میدونیم که خداوند درست کرده دو تا خوی و یه سرت آدم و دو تا یو، یه خوی حیوانی و یه خوی الهی. سر رای ما کیه؟ کجاست؟ این 13 میدوتی که میخونیم 13 میدوت یه سر تو و آدمه. هرچی بیشتر این 13 میدوت مستقر بشه در وجود یک نشامه اسرائیل، سین اینقدر تکرارش بشه، بیشتر یه سر تو و من مستقر شده در وجود من. هرچی نادانی از این 13 میدوت در من باشه، انقدر دورم از یتر را و انقدر نزدیکم به یتر را و دورم از یتر حتوف. اوی یتر تو و آدم مثل یه پدر با ساد راو هم میگوید. ارامی هو ها یتر را هیلگر شهور رمای، حروف ارامی ان رمای یکی. عبد اوی یعنی میخواد نابود کنه اوی یسر تو به من. هینو بیکش لعبید ات اوی که ترگونه. که من میدونم پس از آن میکنم که اون یه طرف توفی که من دارم و میخوام، یه همیشه هم میگیم ما میخوایم یه طرف توف باشه، ما میخوایم توف باشه، ولی فکر میکنیم توفی، خیال میکنیم توفی، خیال میکنیم که بهتر شدیم. شکل و شمایل از بیرون عوض میشه، ولی باید از درون عوض شه نه از بیرون. ببخشید. اوی ها امور کن هو یتر توف. پس نیروی این اوی 13 میدوته. این 11 تا ایروریم و کلالوتی که هر دوش اسرائیل از آن میکنه و امن میگه روش،
همون 11 تا ایروریمی که هستش که مربوط به 11 تا سیمانه کتور، همون 11 تا برخوتی است که تو پرشای کتاب میاد. چه موقعی این 13 تا برخا و 13 تا ارور منحل میشه، جایگزین میشه به 11 تا برخا؟ قانون ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. הורי כיצר הטוב ומן, הבאונסטיין סינסדה מידות רודר וג'וד אמן מוסתגר קונה. הסטיין מגויית אבי האמור כאן הוא היצר הטוב, שהוא כאב לאדם. שמורה לו דרך טוב וישרה. מורה که به حدی بودم که دیگه نفس نمیتونی کشیدن بکشن. این رو حقیقتا بتونی. موقع نجات خودم رو دیدم. پس خداوند گفتم یک چیز به من نشون بده در این موقع. من چیه که باید بدونم آگاه باشم قبل از اینکه بیام پیش تو؟ اگر الان سیلی خود رو دارم میخونم، اینی که تو چشم من رو باز کنی، راه رو برام بگشایی و من رو حریف کنی که بتوانم ببینم این یسر را چگونه غلبه کرده و دید حقیقت و واقعیت رو از من پوشونده. موقعی است که خداوند، چون ضعیف شده بود دیگه، اجازه یه سرحره را داد که یه سرحره ببین، یه سرطوف ببین. چون یه سرحره، یه سرطوف که مال این دنیای نیستش که مریض بشه، ولی یه سرحره مریض میشه، کتک میخوره. برای همینه تو این 11 تا پاسوکی که خوندیم مصرایم میاد صحبت میکنه برای فرعون، فرعون که مظهر قدرت یتر هرای پیش خدا رفتن و نشناختن اون یتر هرای خود تشوبه تشوبه نیست. من الان سلی خود رو میخونم که برسم به درگاهی که بدون شناسایی کنم یه سر را دشمن زندگی خودم. و تبت عوی، وقت عوی، گیومتریا یود گیمه، رومز از لیت سر هتوف، شینو بالا آدم که ایم اد یود گیمل شنین. برای این 11 سال طول میکشه که من به اون حد برسم که این 13 میدوت رو بتوانم در وجود خودم پیاده کنم. کلیش درست میشه بعد از 13 سالگی. وزو عوی عوید عوی لفیش یتر هرا هو از پنیم، از پنیم یعنی ظالم. بدونین یه سرره به آدم رحم نمی کنی. نفس اماره میگه مردی که مردی، فرق نمی کنی. همه می میرن، تو هم بمیر، واسهش فرق نمی کنه من زنده باشم، خوشحال باشم یا خوشحال نباشم. واسه این آدم ظالمی رحم نداره. سنین اولین میدهی که من باید وجودم پیاده کنم که ضد یه سرارای رحمیم، رحمیم خسد لعلفین، نیروی خسد. اینجاست که میگوید لفیش یه سرارهو از پنیم، از با عین عین زین مثل اوز، منطقه این از پنیم و تکیف
این یسرا را پشت کار بده، خیلی بیشتر از من شما. ما تنبلی، یسرا را تنبل نیست، کسیل هست، احمق هست، ولی پیر مرد احمق است. کار کشته است. این تمام مظهر یسرا را اونجاست که یسرا تو را از بین ببره. پس موقعی که من صبح بلند میشم و سیلی خود رو میخونم و از آن میکنم که یه طرف تو به من قابلیت اینو داره که 13 میدوت رحمیم از آن او باشه، اوست که اون قدرت و تکیف 13 میدوت رو در زندگی من پیاده کنه، رحم رو به جاش بکنه، خنون رو به جاش بکنه، ارخ پایین به جاش باشه، نوصر خسد لعلفین به جاش باشه، پاکسازی رو به جاش بکنه. یادش نره نیکایون یسودی هر سال باید از فاندوسیون به بالا هر چی هست بریزی بیرون رو نگاه کنی، دوباره از اول بچینی. همه میدونی موقعی که این کار رو میکنی چقدر لذت بخش موقعی که وارد خونه میشی و اتاقی میشی که همه چیز رو ریختی بیرون، تمیز کردی و مرتب کردی و گذاشتی سر جاش، چه لذت فراوانی داره. و که موشه کرا شلما همیلت کوهل دلت پاسوکیوت گیمه لیت سراتوب یلد مسکن בחכם ליצר הרע מלך זקן וכסים. ממכן האדם כבוג'וד אשתרוס שדה באשה אל רחום וחנון סתר ועד מן נשם דוניוי מודיעות מהפך נבוש ולי محصولاتش، تولداتش، خواهم دنیا. من چیزی که تو دنیا بیشتر از هر چیزی برای آینده درخواست میکنم که آخر عقوبت ما، فرزندان ما، نوه‌های ما به نیسل به خیر و خوبی باشه. این مستلزم اینی که یتر هوا از قوم یهود رانده بشه، بیرون انداخته بشه و این نیروی پلید ظالم حیلگر از وجود اسرائیل پاک بشه. به توقفو شل یتر هوا و ازوت پنیم شلو مبکش لعبد ات یצרתו. میگوید اوی یرده مصرایم، پدران ما رفتن توی مصرایم، دهینو شه این یצרה میتگبر الى آدم یوتر ات 13 شنیم شبا یצרתו. این 13 سال اولی زندگی ما کی مستقر میشه توی وجود ما بدون اینکه یه سر را اونجا باشه دخالت کنه؟ اون 13 سال اوله و میدونیم که اون 13 سال اول تمام کاراکتر و شخصیت و وجود من رو ساخته. و به اوتا شعب و یه سر را به خیلوتم و مصر على آدم و مصرایم رابین. میگه موقعی که این یצרתו شروع میکنه بیاد در خوش بهش نشون میده، در باغ واسش باز میکنه، میگه بیا ببین چه تو دنیای اومدی، بیا واسه ببین چه لذت هایی دارم. این در سن 13 سالی موقعی که داریم بالغ میشیم، در باغ و باز میکنه، میگه بیا ببین چه لذت هایی تو این دنیا هست و
تو میتونی ببری، بی خبری بابا. و به این وسیله منو رونه مصرعی میکنه. به هیروریم و مخشبوت رک را کلایو. یک بچه ای که دارق بالغ میشه از صبح تا فکر صبح تا شب، اگر سرش و معلمش و پدرش و ربایش و مادرش و مادر بزرگش مواظب این بچه نباشن، فکر میکنی صبح تا شب کجا فکرش میره؟ به خصوص با این قدرت اینترنتی که ما گذاشتیم تو دست یک این بچه ها، فکر میکنی دنبال چی میره؟ رزم شیرد میترایم دهینو מצר על האדם בצורות רבות ומחשבות והרהורים רעים. אומרי که חותר האדם רו מגירה, פקר האדם רו מגירה, פחד מברת דוניהוי כלזת העוני דורי, ולא אוכר רבת בנדיגיונו בודי דורי. פרגרדים בגע? יקה מה? غیر ممکنه که از سن 13 سالی به بعد، موقعی که قدرت پیدا کردیم و راه اینو پیدا کردیم که آزاد فکر و آزاد عمل باشیم، تو چه دنیاهایی پا گذاشتیم و چه اشتباهایی کردیم که مستلزم شده که سالهای سال جوابگوی اون اشتباه ها باشیم. کشیر ا ها آدم شموئل، شموئل بت فصل 12 پاسوک 4، جمله بسیار زیبایی است که راب میاره. کشیر ا آدم و شموئل هلخ و متگبه. میگه موقعی که یه سرارم میبینه که تو گوش کردی به حرفش و اولم حرف ساده میزنه، ولی یه کار، یه خطای خیلی پیش با افتاده ولی پر لذت میذاره جلوی پا آدم. آدم گوش میکنه، دقیقی که دید آدم گوش کرد حرفش موهله، میتگبر علاو روش تسلط میکنه، گورتش رو گورت یه سرارا میکنه. از چه نصب بالا باید تا این که صابخونه میشه، باید که صابخونه شو حریفش نمیشه. لندلورد همیشه قدرتش بیشتر از هر چی صاحب خونه است. رزو و یگرشم به مته معت و ایشم لگوی گدول عصوم و رب و کیوان شنیدگبر به اوتو شا و یه رو اوتانو هم میسرائیم و یه انعنینو هم یترارا و خیلوتاو شکولم نکرائیم میسرائیم یترارا و تمام سربازاش، تمام وسایل و مسائلی که داره که به ما حمله کنه، کلیتش رو بهش میگیم میترایم. به این حتونه نکره ید یمینو شل کدوش برخو، ید یمین نا تو 11 تا پاسوک میگه. یعنی چی ید یمین؟ گفت ید یمینو تورای خدا، כמו שדרשו רבותינו זכרם לברכה ברכות דף וד, נשבע אדוני בימינו, חודבנת חסם חוד בימינו, ימינו זה תורה, חסם חוד בתורה. ישיהו סמך בית פסוק חט, זו התורה וכתיב בה דברים למד ג' פסוק ג', מימינו אש דעת למו. והאדם הזה כשהולך לאותו עולם ונותן שבח לקדוש ברוך הוא
موقعی که آدم میره تو سلیخوت و روش هشانه تا کیپو و اذعان میکنه مشبح את הקדוש ברוך הוא. אזעון מקונה אז מועפריית אש דר מוגבלה יצר הרע בו קומה כקדוש ברוך הוא, שעזרו לו ליצר הרע, שקומה כשקרדה ביצר הרע, וחשב לו שהמיעוט של התורה נתעסק בה כאילו למד כל התורה כראוי, ולנצל מלצר הרע על ידו. אם תוראי כי יד גרפתי, תוראי כי יקסל זחמת שכשדים, הפתה בהפתה, שי סעת דר הפתה וזושתים, כי יד בגירים עם תורא. אום מוגס, כמורה כמן נגוח מקונם, אגוהי פעידו מקונם, که آره یک همچین نیروی خطرناکی در وجود منه که اجازه نمیداد با امروز دلیل تمام این گذرات و اشکالات و نگعیم رو ببینم و الان آشکار شده، الان قدرت میخوام که بتوانم انجام بدم. این قدرت از کجا میاد؟ این قدرت از تمام توراهایی است که یک سال وقت صرف کردیم که یاد بگیریم. חשב לו גם כן התפילין, שמניח כל יום מניחה כאלו כימים כראוי, וראוי לעשות לו נס להצל על ידיהם. יותר תורה בתפילין כממיזה. خداوند قدرت میده به آدم که بتونه حریف بشه، نه تنها آشنا بشه و آگاهی پیدا کنه این نقطه ای که مسبب اینقدر درد تو زندگی شد، نمیذاره به جلو بری، نمیذاره به اون هدفی که باید برسی. وای که این رو متوجه شدی، الان تورای و تفیلینی که گذاشتیم قدرت رو به دومیده عامل بشی و بتونی انجام بدی و نجات پیدا کن. و یوسین و ادونای می مصرایم هم یتر را و خلایوتان، تمام سربازاش و یتر را ما رو میاره دستشون چنگشون بیرون. به ید خزکه دهینو اصلانو نس. اگر تو این ماه من نس نبینم پس موفق نشدم. باید نس ببینم، چون زندگی آدم، حقیقی آدم، خیم آدم با نس موجزه است. הוציאנו ביד חזקה כאילו עסקנו ביד חזקה שהיא התורה, וגם כן הוציאנו בזרוע נטויה, extended hand, בדסת בולנד מנעבור בידו. ומכם מסיעי גדאי בדבחת פלק זדה, אלא מכם בעומבן חום חודבנד, با افتخار، با سربلندی بیام بیرون. خیلی فرقه آدم از یک مریضی بیاد که حس و شلوم لینگرینگ ادامه بده دوباره تکرار بشه و غیره و غیره. حس و شلوم یعنی که میخوام مرگ دشمن خودم رو ببینم به چشم، همینجور که اسرائیل مرگ دشمن ها شدید، کیلو کیامنو به زروع نتویا و کیلو شکیامنو اتفیلین شلیاد که راوی و گم که نوتیا به مورا گدول. یعنی چی به مورا گدول؟ به
دست بالا، گادول، ید رما، روما گادو، تفیلینم. کسی که تفیلین میذاره مستحق کمک زروع، اکستنده دست بلند و ید رما، بلندش میکنه خداوند. و کیلو کیمنو تفیلین شروش که راوی כתוב דברים, ויראו ממך. תראה כתפילין רואי שר האדם, וג'וין כמוהר סיין רואי פישון מבשר, אלא מוהר תפילין, אסם חודבן, רואי פישון מהאדם. מוספב משה, כדושמנאי האדם, אז האדם בתרסן, و فرار کنم. کیامنو اوت بریت، کیامنو اوت بریت. پیش خدا میرم، نگاه میکنم و بهش اذعان میکنم که من عهدمو با تو نشکستم، بریت خودمو با تو نشکستم، نگهداری کردم از عهد و بریت خودم. و ای که با یک همچون پرونده میرم تو هیکل کدوش بارخو و پشتوانه من، وکیل مدافع من، کوهن گدول میخائیل، خاطر این که تمام سال از نیروی خسه زندگی خود را ساختم. یمنو اوت بریت و اوت شبت و یوم توف، از آن میکن. لو عذبنو عد شیگیانو لمکوم هزه شهو گن ایدن و نتن لانو ات ارز هزوت و هیدبکینو ושכינה עוזנו, שיהיה ארץ חיים מלא כל טוב. אז חודבן יקציזי במיוחד. תא נרסידם באום מקוני כחודבנד, ג'וז מסחמיה ימן מירוס אמן, אז אברהם או יסור יעבוב בראי מן יסחמיה רותאים כרדה. תא נרסידם באום ארץ חיים, دنیایی که خیم رو حس کنم ملک کل تو پر از خوبی باشه، من خداوند احتیاج دارم که به من کمک کنی، چون اگر به این نکات نمیرسم به خاطر اون یتر هرائیست که هنوز در وجود من مستقره و عامله. قسمت آخر و میگوید نتن لخ ادونای لبیتیخا اوتا شعه شعصیمخا هشلمه توبه و شلوم شتیسمخ بطوب اشتر نتن ادونای الویخا. چقدر تو سمیخ به خلکه خواهد هستی، چقدر به سهم خودت راضی هستی، چقدر راضی هستی از خداوند که به سهم تو رو به تو داده و تو استفاده کردی از سهمی که خداوند به تو داده. از آن کن از اون رضایت. هو گوف، این بیت من لبیتیخا گوف آدم. بخاطر اشتباه هایی که میکنیم، خاطر گناه هایی که میکنیم، این بدن رو ضعیف میکنی، این بدن رو واقعا آزار میدی، بدن رو به حال مرگ میرسونیم که مرگ برای شیرین تر تا زنده بودن. این بدن مقصرش کیه؟ نفس اماره من. توجه کن، میگه اشتر نتن ادونای رویخا او اگوف
ולביתך הוא הנפש. חודה ביתו חונה דדה, נפש דדה. והלוי הוא הרוח, והגר היא הנשמה. תמאמין, הלוי, הכהן, הנפש, ביתך, אמין הר נגוקום. נגוקום הוא גופי כחודבן בתודדה, הוא נשמה, הוא רוי כבתודדה. כגר בעולם הזה, כגר, הגר בארץ, לא לא. והנה הגר, במילוי כזה, הורי כלא ראת הגר. הורקוני. היי, גימל, ריש, אותיות המילוי, גיאומטריה, נשמה. אז בוראן, תראה במוטוריה מידי. שגוני ין, ניקיוני יסודי, אנג'ום בידי, רוי נפס, רו ונשמה. تمام این درسی که این هفته خوندیم تا به امروز و هفته ای پیش اینی که ما را آماده کنه و این را ادامه میدیم و با امید خدا پرشه نیتزویم که معمولا قبل از روش هشانه میخونیم و میریم توی پرشه نیتزویم بعد از این که خود رو واقعا به اون حد و کمالی که لازم و ملزومی که مستحق این بشم که وارد ایخال خداوند بشم. چون ده روز سبدیومه تشوا ده روز عادی سال نیست، ده روزه که خداوند اجازه به من میده به ده تا امکیم عمک عمق زندگی خود نگاه کنید. اینجا از شما درس رو نگه می‌داریم تا فردا شب به امید خدا فردا شب برمیگردیم سر در زوم خواهیم بود. متاسفانه قدرت دیدن بودن با شما رو تا آخر هفته نخواهم داشت. به نتیجه از راه زوم با شما تماس خواهم گرفت به امید خدا و ادامه خواهیم داد قسمت پتیخد لکبلا از زوهر، کتاب زوهر. اون هم مطمئن هستم ما رو میاره، قدرت کمک میکنه که بیشتر و بیشتر با آگاهی بیشتر، با دانایی بیشتر به طرف روزی بریم که تمام سال چندین مرتبه تکرار میکنیم هر روز به یوم او یه ادونای خد و شما خد روش هشانه هم با خدای خودم یکی بس دیبیکوت و اون بستگی به دست کار دست ما دار. اگر سوالی هست زک بروخ زک بیمه یه سوال داشتم و زودتر این کار سوال رو میکردم. 11 تا پاسوکو شما کدوم 11 تا پاسوکو داریم بهش رفرنس میکنید؟ برای کدوم؟ ارور یا براخوت؟ اینا همه شما که توی تو کتاب ها هستن پس اینا همه شما؟ نه اینا هر دوش تو کتاب ها هستن. اوکی این بتون دقیقا میگم که کجاست که واقعا چون که من توی کلیسه من دنبالش میخواستم بگردم چون این هفته پرشاستم توی کتاب های بله کتاب ها که داریم اگر خیلی داریم به کتاب ها صحبت کردیم بیرور ها رو بله. بعدش اگر ایرور توی کتاب و توی پنجمی هستش، علیه پنجمی 11 تا ایرورا.
اره نه میخوام 11 تا برخوام بهتون بگم. برای خانه فهم میکنم توی شنی باشه، من جا نیستم و فهم میکنم توی شنیه. آره باید اونجا نه اجزه بدین ول برخا میگه بعد آه. من بعد بهتر علامت بزنم که نمیدونم هر دفعه که من لازمه که یک شما شیر کنم ناپیدا میشه و خوب تو علیای پنجمی تو مال یازده تا برخا داریم و 11 تا ایروی. شاید رفتم تو نتسابی نه همش تو همون کتاب همون بعد باشه به من علامت گذاشته بودم برخار 11 تا رو I'm trying to find 11 برخا الان من و راجبش صحبت کرده بودیم که 11 برخا هستش که خداوند که محصول شکمت رو محصول خوب بگیرم نازا کسی نخواهد بود و غیره و غیره و غیره. فکر کنم بعد از ارورا برخا میاد. نه اول برخا هستن. اول برخا نه بلسه این اولش ارور بعدش بلسه ده بعدش شروع میکنن همش برخا میگه. آره بروخ همش ادو مدامه توی پنجمی علیاس شیشی پنجمی شروع میشه میبنه خود اسرائیل از شماره 19 که تیتسه مخانه الویبه و شمرتا این رویعیه و تا اینکه ارور از 15 هم شروع میشه 15 بله که کخ ایش ایشان بله. ولی دقیقا لو 11 تا ارور میگه بعدش شروع میکنن باروخت 11 تا هم باروخ در مقابل 11 تا ارور شکی ندارم ادو بدمت این یه سر هرا رو ما این it's gonna stay with us no matter what so basically we need to humble it نه موضوع همبل کردنش نیست هیچ وقت همبل نمیشه نمیتونه بشه جزوش نیست موقعی که بشناسیش که چگونه با هیلگری تو رو به یک اشکالی رسونده شناساییش کنی و بعد اذعان کنی از خداوند بخواد به تو کمک کنه خداوند اون موقع به قدرت میده که کمک کنی از بین نمیره یه طرح رو بعد داشته یعنی یه طرح حتوب میشه صاحب کنه تاب اختیار میشه و او استفاده مثل اینی که من یک سگ رو تربیت کنم عوضی که هار باشه من گاز بگیره چشم بینایی و بویایی برای من قدرت بیاره آره دیگه اوکی این همون سگه هنوز سگه و سگی داره که موقعی که سگه فهمید صاحب اختیار کیه موقعی که فهمید صاحب کیه صاحب خودش شناخت دیگه دست از کار اون خلاف بر میداره دست از خلاف بر میداره من باید دو تا چیز به شما قشنگ مشخص کنم یکی برنامه یعور و برنامه 11 تا این رو قول میدم که به عزت شم تا فردا شب دوباره دقیق دقیق برای شما
تعریفش کنیم. خب این یه سرحره فقط با یه رد هشم همچین چیزی برنامه میتونه انجام بشه. دقیقا اگه یه رد نباشه که دیگه زخوتی باید پیدا کنم که خداوند کمکم کنه. کمک کردنم اینه که خدا چگونه به من کمک کنه، اینه که بتونم واقعا بشناسم این یه سراره کجاست داره من اذیت میکنه. برای اینه که این کار رو کنه، مگه میذاره که خدا این کار رو من برای من انجام بده؟ نمیذاره. مستقر شده، صابخونه است، فرعونه، من زیر دست اونم، نمیذاره. پس بعد چی کار بکنم؟ میگه هنوز که زیر فرعونی، هنوز کارت رو شمشامه انجام میدی. بعد یه جایی میاد که انقدر این یه سراره رو کتک میزنه، 10 تا مکوت انقدر کتکش میزنه که انقدر ضعیف بشه که اجازه بده که تو حقیقت رو ببینی. تا اون ضعیف نشه تو نمیتونی ببینی. حالا یک نفر شنوایی میگه این کار نکن، توجه کن. میاد پدر آدم، میاد به آدم میگه که جوزف این کار اشتباهه، نکن. میگم نه بابا جان، این کار خوبه، نگاه کنیم به این دلیل، به این دلیل. نه واقعا احتیاج عیبی نداره، حالا اوکیه، فلان فلان، توجیهش میکنم. یعنی اون قدرت تکلم و اون قدرت توجیه کردن رو این نفس اماره به آدم میده، به آدم میده که چکار کنه، که توجیه کنه که کار اشتباهی که داره میکنه مانعی نداره اگه ادامه بده. و من چگونه عریف بشم مگر اینکه خدا کمکم کنه؟ تنها جوری که خدا به من کمک میکنه اینی که ضعیفم کنه. حالا ما باید هممون خسر شالوم کووید بگیریم تا عاقل بشیم؟ نه، اصلا اینه صبح زود بلند میشم، سختی میارم روی وجودم، روی بدنم، مجبور میکنم این بلندشه که سیلی خود بخونه. بعدم که سیلی خود میزنم، میزنم تو سینم، برو میزنم تو سینم، ضعیفش کنم، احتیاج نباشه. ولی بعضی وقتا 10 تا سیلی خوده، 1 ماه سیلی خوندم، چاره آدم نمیشه. من واقعا چرا رفتم برای 1 هفته مدیتیشن؟ چون آخر اون مدیتیشنه، درست روز آخر من این مرض رو گرفتم. چون از خدا میخواستم، من میدونم که کجا یه نقطه ضعفی دارم، ولی نمیتونم این نقطه ضعف آشکار کنم برای خودم و حریفان نیستم. چون هرچی نگاه میکنم نمیتونم ببینم. و هیچ کس از خصوصیات زندگی آدم با خبر نیست جز خدا. برای همین مدیتیشن لازمه، هیت بوننوت لازمه. برای همین اولین درسی که واقعا شروع کردیم خوندن اینه که هیت بوننوت چیه؟ یعنی چی مناجات کردن؟ یعنی چی مدیتیشن؟ این مدیتیشن معناش چیه؟ مدیتیشن اینه که واقعا روی یک فکر به خصوصی تعمق بشه. خب اگر میتونم یه سوال دیگه بکنم در مورد پاراشا؟ آهش میکنم. توی پاراشای شفتیم 36 بار میگه هشم الوهکا، یه بارم میگه الوهخم، یه بارم میگه الوهی، دو بار میگه مثل که all together is 39 times right. چرا میگه؟ چرا بعد من میگه هشم الوهکا؟ چرا امفسایز میکنه اینو؟ الوهخا کیه؟ الوهخم کیه؟ و الوهی کیه؟ الوهی کیه؟ بعد اینا کیه؟ الوهخا کیه؟ اگر درس امروز رو گوش کنی، الوهی خواهد نشامه. از نشامه؟ نشامه.
خدایا واقعا خدای من کی عامله اتفاقات زندگی رو نشان من به اون میگیم الهی خدا من میگه الهی خدای تو خدای تو چرا یودکه وابکه رو میاره اینجا؟ چرا چرا مثلا شیندال دیو رو نمیاره؟ چرا ال رو نمیاره؟ نه زیرم پینه اون یه کلیت ولی موقعی که خواه یعنی خدای تو خدای من کیه؟ من نشما نشما اله خم کیه؟ زه کلل کلل نشما روح و نفش این اله خم جمع ستا بعد الهان الهان میدونیم 46 این بته خسد ابراهام و ایساق یعقوب میشه اله 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 ابراهام اله ایساق اله یعقوب موقعی که میگم اله یعنی اون خسد الهی مستحق حال من میشه به خاطر عبود اما اونو الوکایو به خاطر واسه ملخ استفاده میکنه واسه کینگ میگه فقط اونو کینگ من کیه خدای من کینگ من من مگه نمیخوام دنیای درست کنم دنیای خسه واقعا کینگ من کیه الهی ابراهام الهی اسحاق الهی یعقوب اما اونا مگه و الوکیشون مگه فقط شیندال دیود نبود اونا فقط شیندال دیود بلد بودن شیندال دیود با اونها تماس میگرفته شیندال دیود گفتیم الهی میشه 46 46 چیه اول اینی که میگه ال ال چیه ال نشامه و روح و نفش آدمه پس موقعی که میگم الهی یعنی اون نشما و روح و نفش که خخمای تورا رو در بر گرفته میشه عین به شما میدونیم اله یعنی نشما روح و نفش Thank you. با امید دیدار فردا شب امیدوارم که روی ما یکی که شما رو زیارت کنیم. ازاک بیمه.